با سلام خدمت همه علاقمندان و دوستان ورزش ایرانیان درجه یک فهیم به خصوص جوانان ایران زمین، امیدوارم در هر کجای دنیا هستید خوب و خوش باشید، ورزش هم در دستور کار داشته باشید و همتون درجه یکی. امیدوارم که بتونیم در خدمتون باشیم و توی برنامه امروز هم دقایقی بتونم درباره اتفاقات و پشت پرده های ورزشی را به خصوص فوتبال صحبت هایی را با شما در میون بگذارم. میرم و برمیگردیم خدمتون هستیم. به حضور بینندگان عزیز و ارجمند عرض بکنم از طریق چنل سود در یوتیوب خدمتون هستیم. همچون یک شنبه شب ها دقایقی میرسم خدمتون و درباره اتفاقات و حواشی ورزش ایران صحبت میکنیم. تو این هفته ها که هنوز ورزشی یعنی به خصوص فوتبالی توی ایران سر و شکل نگرفته، خب حواشی که زیاده، اما حالا از هفته های بعد حضور مهمان رو هم در برنامه خواهیم داشت و من کمتر صحبت میکنم و مهمانان بیشتر میان و نظرات و پیشنهاد خودشون رو با شما در میون میگذارم. بسیار ممنون و متشکرم از حضور صمیمانه‌تون، واقعا حضورتون بی‌نظیره و اینو از صمیم قلب دارم عرض میکنم. کامنت ها نظراتی که داشتید، حتی هفته گذشته دوستی لطف کرده بود و دونیتی کرده بود، کمک مالی کرده بود به چنل سود در یوتیوب. توی هر کسی دوست داره و تمایل داره، اون چیزی نیست که من بخوام اعلام بکنم و اجبار نیست. هر عزیزی که دوست داره و علاقه منده و دوست داره که این چنل سرپا بمونه، هر شغل که دوستاش میتونه کمک بکنه و حتی اگه کمکی هم نشد همراهی حتی یک نفر هم برای بنده با ارزشه و واقعا از صمیم قلب ازتون ممنونم، چه در یوتیوب، چه در اینستاگرام، چه در فیسبوک. راه های ارتباطی ما با شما رو دوست خوبم شروین زیر نویس میکنم، منتظر نظرات خوبتون هستیم که مطمئنن همشون درجه یکی برای ما به ما راهکار خواهد داد. با حضورتون عرض بکنم هفته گذشته اتفاقاتی افتاد، حالا رفتن آقای حسین قربانزاده از سازمان خصوصی سازی یه رده بالاتر هم رفت، جانشین وزیر اقتصاد، اما در سازمان خصوصی سازی که بود واقعا تیشه رو برداشت و ریشه به خصوص دو تیم استقلال پرسپولیس داشت میزد، مخصوصا استقلال. و ما اون همه عرض کردم 527 تا بنگاه اقتصادی دولتی رو باید واگذار بکنن، توی 526 تا دیگهش یک دونه خبرم نمیشه بگه، اما انقدر استقلال پرسپولیس بزرگ و عظمت دارن، بزرگ هستن و برند محسوب میشن که یه آدمی مثل قربانزاده میاد و در طول یک سال خورده ای که توی سمت بود روزی نبود که شما رسانه رو باز نکنید، در فضای مجازی، در وبسایت ها، در تلویزیون، در رادیو ایشون حضور نداشته و واقعا یک تنه یه جورایی تیشه رو برداشت به ریشه این دوتا باشگاه میزد و اون بحث مسخره خصوصی سازی که من خدمتتونم بارها عرض کردم، بسیاری از کارشناسان اومدن و اعلام کردن که آقا تا زمانی که این نظام باشه دوتا باشگاه خصوصی نمیشن، یعنی خودمون نباید خیلی علاف درگیر این داستان رو بکنیم، همه خیمه شب بازی و فیلمه، کما اینکه این اتفاق هم افتاده، چون این نظام قطعا این دوتا باشگاه رو واگذار نخواهد کرد. اما یکی از کسانی که آقای قربانزاده به دنبال این بود که بیاره در استقلال و سمت بالایی هم بهش بده و موفق هم شد که الان سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال هست، آقای خطیبه. ایشون آقای خطیب میدونه که ایشون داستانهای زیادی رو داره آقای خطیب و خدمتون عرض بکنم که خیلی اتفاقات رو رقم زده، خیلی داستانها رو داشته و نمیدونم حالا حضور یه همچین آدمی در این سمت واقعا، برید پیشینه این آدم رو ببینید. حالا من اصلا کاری ندارم کجایی هست چی کار میخواد بکنه، اما خود این نظامی که دایره مبارزه با افراد دو تابعیتی و به قول خودشون فساد و فحشایی که تو خودشون وحشتناک داره بیداد میکنه و میگن ما از آدمای خودمون میخوام استفاده کنیم، خود آقای حتیشون پاسپورت سوئیسی هم داره،
خب چطوریشون اومده در باشگاه استقلال یه همچین سمت بالایی گرفته. بعد برید پیشینه ایشون رو نگاه بکنید، در زمان آقای امیر حسین فتی، همین آقای خطیر چه داستانایی رو رقم زد. ایشون معاون اجرایی باشگاه استقلال بود، اجرای همه کاره بود، چون زبانم بلده و ارتباطات بین‌المللیش هم بسیار خوب هست. آقای امیر حسین فتی اومد و انان کارو کلا در اختیار ایشون گذاشت. آقای خطیر هر کاری دلش خواست کرد. علی خطیر برید نگاه بکنید دیگه، توی مهمترین کاری که ضربه‌ای که به استقلال زدن و یک چیز اولوش 700 هزار دلار مجبور شدن پول به آقای وینفرشفر بدن، اون اخراج افتضاح آقای وینفرشفر سرمربی استقلال بود که بعد از شکست استقلال مقابله پدیده مشهد ایشون به سر تعمیر راه ندادن، گفتن آقا ما درستش میکنیم، هیچ خساراتی پرداخت نمیکنیم. اما همین آقای خطیر و آقای امیر حسین فتی ضربه ای به استقلال دارن که نزدیک 700 هزار دلار از بیت المال و جیب هواداران استقلال رفت به حساب آقای وینفرشتفر آلمانی تا ایشون رضایت بده و به فیفا به یه آمندی شکایتی ندارن. خب این که تموم شد، بریم سراغ دومیش، بحث رفتن آقای سراماچونی از استقلال. رفتن آقای فتی و آقای خطیر اومدن گفتن ما یه مربی جوانی میخوای بیاریم توی فوتبال ایران که تشنه کاره و میخواد به موفقیت برسه و در نهایت چه جایی بهتر از استقلال. رفتن و آقای سراماچونی رو آوردن، مربی که سابقه هدایت اینتر رو هم داشت، یه 7-8 هفته بود و خوبم کار کرد. مربی بود که مشتاق بود، جوان بود، جاه طلب بود، میخواست کار بکنه و یه جورای خاطرات اینتر رو میخواست زنده بکنه، تا اینکه گفتن آقا پول نیست و یه شبه ایشون از استقلال رفت. خب مسئولیت اون موقع استقلال با کی بود؟ با آقای امیر حسین فتی، همین آقای خطیر بودش. آقای خطیر اون موقع شما چی کار کردی؟ هیچ حرکتی انجام ندادی تا ایشون بره و بگه من چون 2 ماه پول نگرفتم، کاری کرد که 1,800,000-900,000 یورو یا دلار از استقلال پول گرفت. حتی ایشون پول حتی همون یک دیر کرده یه ماه آخرش هم از استقلال گرفت. مسئولیت اون زمان استقلال با کی بود؟ با جناب علی بود. چی کار کردی برای این باشگاه؟ هیچ، نابودشون کردی رفت. هواداران استقلال باید بدونن کسی اومده سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال شده و الان داعیه مبارزه با فساد و نم بردن استقلال به دوران رویاییش و از این صحبت ها رو داره که خودش مسئول 2 تا پرونده بزرگ، یعنی پرونده های دیگه شو من یواش یواش باز میکنم، اما مسئول به وجود اومده 2 تا پرونده بزرگه، 1,700,000 تا آقای وینفرشفر که همین آقای خطیر گفتش که من آقا علم میکنم و بل میکنم و با پسر آقای شفر سرشاخ شدن، گفتن ما شاخ ایشون رو میشکونیم و خلاصه پولی نخواهیم داد. که بعد از مدت ها که ایشون از استقلال رفتن، آقای خطیر، آقای شفر رفت شکایت که فیفا و 700,000 یورو یا دلار پول گرفت. بعد پرونده آقای سراماچونی نزدیک 1,800,000-900,000 دلار پول پرداخت کردن یا یورو پرداخت کردن که باشو اصلا استقلال از یه قهرمانان حذف بشه و یه همچه آدم معلوم الحالی رو میارن در سمت مدیر عاملی باشگاه استقلال. آقای قربانزاده، اگه شما اومدی گفتی که آقای فتح‌الله‌زاده، آقای آجرلو، همه اینها شخ زدن استقلال و پولا رو بردن و حیثیت این باشگاه رو زیر سوال بردن، آوردن آقای خطیر چه معنی داره؟ هوادار باشگاه استقلال مگه شما بهش نمیگی که تمام پولا رو بردن؟ مدعیانی که مدعی بودن میخوان برای استقلال کار انجام بدن و این تیم رویایی اداره بکنن. خب آوردن آقای خطیر شما بهت اعلام میکنید بر چه اساسیه؟ اون دوتا عضو هیئت مدیره که آوردید، آقای خانی و حیدرپور و از اینجور داستان ها، حیدرزاده، حیدرپور، من نمیدونم کدومشونه. خب اونا چیه قضیه شون تو کار حسابرسی و حسابداری بوده؟ انقدر که شما در دوتا باشگاه استقلال پرسپولیس اومده وقت مردم گرفتید و این دوتا باشگاه رو به مرز نابودی رسوندید، آیا رفتید اون 500 خورده بنگاه اقتصادی رو زیانده رو برید بخش خصوصی و حداقل بخش خصوصی اگه واقعی هم باشه بیاد دوتاشو بخره؟ تا
تمام وقت ملت با مساوی در روی استقلال پرسپولیس گرفتید و وقت مردم رو هدر دادید. آخرش اومدید آقای خطیب گذاشتید خیلی خوشگل و تر و تمیز اونجا دارید دفاع میکنید که ما گزینه‌مون بوده و از قبل هم میخواستیم بیاره. آقا دوتا پرونده نزدیک 2,670,000 دلار واسه استقلال خرج گذاشته. یا پرونده های دیگه که بازیکنان رفتن و از باشگاه استقلال شکایت کردن پولشون رو گرفتن. همین آقای خطیب برید نگاه بکنید رد پاشون همه ماجرا هست و مسخره تر و واقعا فاجعه بارتر حضور ایشون توی هیئت مدیره تراکتور سازی باشگاه تراکتور بود و دو سه تا پرونده که خود تراکتوریا در فیفا و کس بازنده می شدن علنن اومدن تراکتوریا گفتن که آقا مسئول بازنده شدن ما تو این پرونده ها شخص آقای خطیبی بوده چون رفته زد و بند کرده با وکیل اونوریا و خلاصه توی کس و فیفا که پولی گرفتن که ما شکست بخوریم. همین آدم رو آوردن تو هیئت مدیره باشگاه تراکتور و فاجعه بارتر که ایشون شد مشاور عالی رئیس فدراسیون فوتبال همین آقای تاجی که الان هستن. چرا؟ چون ایشون یه پاسپورت سوئیسی داره و فکر میکنن که دل سوخته واسه مردم ایران و ورزش فوتبال ایران داره میاد میره اونجا از رابطه هاش و از داستاناش استفاده میکنه از سوادش استفاده میکنه. یک دونه شما به من بگید که آقای خطیر توی این سالیانه که حضور داشته یک مورد رفته واسه ورزش و فوتبال ایران واسه مردم همین هواداران استقلال بگید رفته یک کاری کرده و این کار درست در آورده. کدوم کار بوده؟ واقعا یک دونش شما بید به من بگید. یا بید برید تو رسانه ها برید توی یک سرچ ساده گوگل بکنید ببینید تمام هر چی که بوده یه پای خسارتش همین آقای علی خطیر بوده. آقای خطیر شما مردم رو چی حساب کردید؟ با چه جرأتی؟ با چه روی اومدی تو استقلال و سمت مدیرعاملین باشگاه استقلال رو برعهده گرفتی؟ پدر هوادار باشگاه استقلال رو در آوردید. یه دونه حساب بانکیتون نتونستید باز نگه دارید. یه دونه مذاکره درست نتونستید بکنید. یه دونه اسپانسر نش بعد می اعلام میکنه که ما استقلال رویایی ساختن نیستم فلان. حداقل به کسی بگید که شماها رو نشناسه. از یه بچه 5 سالم سوال بکنید آقای خطیب شما رو میشناسه. با امیرحسین فتحی چه بلایی سر استقلال آوردید؟ با اون وکیلای سوئیسی که در کس و فیفا با هم لیگ بسته بوده چه بلایی سر تیم‌های ایرانی آوردید؟ زد و بندایی که کردید اون کامیشنایی که گرفتید اون پولایی که گرفتید چی بوده؟ برید همه رو اعلام بکنید دیگه. من نمیدونم واقعا آقای قربانزاده یه دلیل بیارن. واقعا اگه یه دلیل درست و منطقی بیارن که آقای خطیب انتخابش بر این اساس بوده بنده نوعی هم میام همینجا اعلام خواهم و عذرخواهی میکنم دم آقای قرمان دادم گرم اشتباه کردم من و اومدن آقای خطیر درست. ولی 0 تا 100 اومدن ایشون سر و ته نداره. هواداران باشگاه استقلال واقعا بدونن این کسی که اومده الان سرپرست مدیر عاملی باشگاه استقلال شده تو تمام این خسارتهایی که به استقلال وارد شده تو این چند سال اخیر حضور داشته. برید نگاه بکنید. نرید مقابل وزارت ورزش جاهای دیگه داد بزنید شعار بدید این برانور بکنید. مشکل اصلیت همون جای تو ساختمون سعادت آباده جایی که آقای خطیر نشسته. آقای وینفرشتفر کی اخراج کرد؟ همه ایشون با آقای فتی گفتن که ما نمیذاریم یک ریال به ایشون برسه. 700,000 دلار پول گرفتن. آقای اسلام آشوری چی شد قضیهش؟ وحشتناکترین پرونده ورزشی تاریخ میشه میگه فوتبال ایران بود. استقلال چه ضربه ای از اینا خورده؟ ضربات از اینا خورده که تا سالیان بعد تحقیقش هست. طلبکار استقلال بیا تو باشگاه استقلال پرینتر و کامپیوتر باشگاه رو برداره برای آقای خطیب کلاتو بنده بالاتر. هوادار باشگاه استقلال صبح تا شب اومده اونجا فریاد داره میزنه و باختای این تیم گریه میکنه با برداش میخنده. زندگیش این باشگاه هم استقلال هم پرسپولیس این تیمای مردمی. بعد شما یه گاز ماشین میگی از پارکینگ میری بیرون به اون بنده خدا چه زن چه مرد چه پیر و جوان اهمیتی نمیدی.
واقعا به غیر از شرمساری کار دیگه من مثلا من اصلا واقعا شما کار دیگه میتونید انجام بدید؟ چه من دنبال یه واژه میگردم، نمیخوام بی ادبیام بکنم، اما واقعا میگم خیلی این لباس برای شما گشاده. من هر آدمی رو میتونستم تصور بکنم بیاد در این باشگاه سمت بگیره الا شما. بعد بیاد از خودتون یه اسطوره بسازی، رفتی یه سه آدم دور خودتون جمع کردید، بیای توضیح بدید پرونده هایی که واسه استقلال فوتبال ایران درست کردید و این پول های بی سر و تهی که خرج کردید تو جیبتون گذاشتید از بیت المال مردم ایران رفته بیرون، همین دوتا پرونده که من گفتم 2,700,000 دلار یا یورو پولش تو زد و بند هایی که داشتید شما خیلی کمیسیون ها گرفتید. بعد میاد میشینی تو باشگاه استقلال اردم میدی، ما میخوام رویایی درست کنیم. رویایی چی؟ یه دونه کامپیوتر تو باشگاه استقلال نتونستید نگه دارید. من روی سخنم با آقای سجادیه که معلوم نیست هست نیست میره نمیره، این بی‌عرضه ترین وزیر تاریخ ورزش ایران، چه زمان سازمان تربیت بدنی چه وزارت ورزش، که هر مهره خواستن بهش بندازن بهش قالب بکنن یا تو هر سمتی بیارنش بهشون نه نگو بزن. آقا خیلی راحت آخرش میمونی میگفتی فلانی من اصلا اگه این مدلی استعفا میدم میرم بیرون. الان که استفادی بس کردی به تحال و به جاهای دیگه، تو چجوری 3 ماه 4 ماه 5 ماه تو بعد از هم عوض بخوام حادثه سقوط هلیکوپتر بیشتر از این همه ما داری کار میکنی؟ یه دفعه تعاملات گیره، یه دفعه اتفاقات بیفته. آقا بیا اعلام بکنی که این استعفا به خاطر این فشار از بیرونه و آدمایی که دارن به من غالب میکنن. من مطمئنم که هیچ اجازه ای از خودت نداری، دل و جرأت نداری. آقای سجادی زمانی که در رأی اعتماد مجلس قرار بود رأی اعتماد بگیرن، یک دونه اتون رأی موافق تو کمیسیون فرهنگی مجلس نداشتن. آقای قالیباف اومد گفتش که من شما را به وزارت ورزش میرسونم، مهم اونه که آقا تیم ورزش ماها بشینیم. اون الان همون کارو دارن انجام میدن دیگه. کمترین دخالت در ورود مدیران وزارت ورزش، مدیران نهادی و فدراسیون ها و تو باشگاه استقلال پرسپولیس و خود وزارت ورزش داره، چون از جای دیگه بخصوص از نهاد امنیتی اطلاعاتی میان آدمای خودشون میان با آقای سجادی رد امضا میکنن. آقای سجادی بیا اعلام بکن در تاریخ قطعا ثبت خواهد شد که شما چه بلایی سر ورزش ایران آوردید. این خنده های ملی و این عکس و اکتایی که دارید میکنین، این داستان ها، اینا زمانی به درد ورزش میخوره که کنارش هم یه وزیر با جذبه با قدرت و مدیر باشه. شما اونا رو نداری، اینا به درد ورزش شما نمیخوره، به درد مردم نمیخوره. آیدی شما نگاه بکنید دیگه چی بوده الان تو همین استقلال پرسپولیس؟ چه بلای سر تو باشگاه شما آوردین؟ صغیر و کبیر از این به تو باشگاه طلب کنه، تو هر پرونده میرن بازنده در فیفا و کس و جای دیگه. من نمیدونم شما کارنامه‌تو نگاه میکنی، من کارنامه آقای سجادی رو میخوام نگاه بکنم که دیدم یه جای مثبت داره واقعا نداره، چون در زمانی که سایپان بودن همین بود قضیهشون. هنوز پرونده های فساد مالیشون دست نخورده، خیلی داستانه، خیلی شعبه ها داره کارهای قبلیشون. بعدشون شده وزیر ورزش مملکت، از هر جایی هم آدم بخوان بیارن تو ورزش سر بزنن روی صندلی میارن و ایشون امضا میکنن و اصلا اجازه نداره بگی از کجا اومده ایشون. خب این نمونهش باشگاه استقلال دیگه. آقای قربانزاده معاون وزیر اقتصاد در سازمان خصوصی سازی که بود، الان شده جانشین وزیر اقتصاد، قدرتشون از قدرت وزیر ورزش که همه کاره استقلال پرسپولیس بالاتر بود. واسه خود آدم میبود آدم میبود انا آقای خطیر رو برداشته و برده. بس شما اونجا ایش ماشین امضایید. آن نمیتونید جمع کنید برید، حداقل نمیومدی آقای سجادی. مردم یه خورده با اون خاطرات دو میدانی و اون ماجراهای ورزشی یه سازگاری داشتن.
اومدن الان به غیر از اینه که اونا رو فاتحش خوندی که واقعا هیچ کار دیگه ای نکردید. لطمه و زردی که در زمان وزارت آقای حمید سجادی به دو تا باشگاه استقلال و پرسپولیس اومده، میتونم به جرئت بگم در هیچ دوره‌ای در دولت‌های بعد از انقلاب نبوده. برید نگاه بکنید. من رنگی نمیخوام نگاه بکنم. یه زمان پرسپولیس مشکل داشته، استقلال بالا بوده، یه زمان پرسپولیس اومده بالاتر، استقلال مشکل داشته، ولی توی این چند ساله فاجعه است. کاری کردید شما که طرفداران دو تا باشگاه رو به جون هم دیگه انداختید. آقا اگه این دوتا باشگاه رو رها بکنید خودشون میتونن خودشون رو جمع کنن، چون برندن، در دنیا میشناسنشون. بعد من طرفدار استقلال یا من طرفدار پرسپولیس یا این همه خیلی عظیم نمیام بگن آقا امسال مثلا همه میدونن که پرسپولیس چیکار کرد، پرسپولیس دیگه همه میدونن استقلال چیکار کرد. آقا اونجوری همه چی در زمین مشخص میشه. اگه تیم یکم قهرمان بشه حقشه، تیم دهم هم که آقا میگن به خاطر ضعف مدیریتی و کار خودتون بوده. ولی این داستانایی که شما دارید پیاده میکنید، اگه تیمی هم بره قهرمان بشه انقدر واسش مسئله و جنجال درست میکنن که اصلا فر پلی دیگه وجود نداره. واقعا آقای سجادی خاطره خوبی از خود در ورزش به جا نگذاشتی. اینو دارم جدی دارم عرض میکنم. دوران سیاهی در وزارت ورزش به وجود آوردی فقط و فقط به خاطر کم دل و جرأت بودن. فقط به خاطر چی؟ به خاطری که گاف زیاد داده بودی و جای دیگه آتو داشتی. اونا گفتن آقا این کارو بکنه ما اینا رو روم میکنیم، پرونده ها رو روم میکنیم. شما مجبور بودی آدم ها اونا رو قبول بکنه. نمونه شد دیگه تو استقلال پرسپولیس جای دیگه نگاه بکنی در وزارت ورزش، در از ارگان هایی که اومدن به وزارت ورزش رو دارن کار میکنن. نکته پایانی این که من خیلی نمیخوام شما رو اذیت بکنم و قبل اینکه من یه دقیقه پایانی هم صحبتام تموم بشه، از دوست خوبم شهبین هم خواهش کنم راهای ارتباطی ما شما رو در یوتیوب و اینستاگرام و فیسبوک زیر نویس بکنم. نظر نظرات خوبتون هستیم، ما رو لایک و سابسکرایب بفرمایید و فالو. نکته این که هواداران استقلال در جریان باشید، کسی اومده مدیر عامل باشگاهتون شده که بیشتر ضربه رو همه ایشون به باشگاه خودتون زده. حرف من نیست، برید نگاه بکنید، خودتون از همه بهتر میدونید. من دو تا پرونده رو براتون کشیدم بیرون، پرونده های دیگه هم هست که خودتون به راحتی آب خوردن میتونید پیدا بکنید. این آدم اگه میخواست کار بکنه همون زمان یک کاری نمیکرد که نزدیک 3 میلیون دلار از جیب شماها از بره به جیب آقای شفر و ساماچانی و بازیکنهای دیگه رفتن هستن و شکایت کرد. ایشون اومده حالا در آینده میبینه که چه بلای سر باشگاه استقلال خواهد آورد با همین کارهایی که داره انجام میده و در نهایت آیندگان ببینید زمان بهترین داوره. زمان مشخص میکنه که این آدمی که اومد چی کار کرد، آیا کار درستی کرد، نتیجهشو میبینه. اگه کار غلط و آدم درستی نبود نتیجه منفیش هم خواهید دید. آقای خطیب، آیندگان در مورد شما قضاوت خواهند کرد و تاریخ بیشتر خواهد نوشت. مطمئن باشید حافظه تاریخ مردم ایران هم بسیار قویه و میدونن که امثال شما از کجاها پیداتون میشه. میرید پاسپورت سوئیسی هم میگیرید، توی اروپا هستید، اینجا هستید، قشنگ دو منظوره دیگه. جمهوری اسلامی زمانی که باعث به نفعشه کاری نداری، به ذرهش میاد داد و بیداد میکنه. همین آقای خطیری که همه تون اعلام میکنیم ما دو تابعیت رو قبول نداریم، همین بیخی گوش شدیم در باشگاه استقلال یه آدم دو تابعیتی داره کار میکنه. اون اشکال نه، به خاطر که اون مزدور خودتونه. مردم ایران شب روزتون خوش، خدا یار نگهدار.